بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار عالمیان، سلام و شام شما بخیر هموطنان خوبم. خیلی خوشحال هستم که کنار شما هستم. باز هم مریم زریا با اتفاق همکارانمون. امید دارم شما هم جور و صحتمند و سر حال پای تلویزیون های تا نشسته و بیننده برنامه شام یک باشین. و امشب هم قرار است که مهمان های عزیز و دوست داشتنی با مطالب و موضوعات جدید را داشته باشیم کنار خود و شما هم کنار ما باشین حتما تا پایان برنامه امشب. و دوستان در این لحظات هم چه خوب است که یادآوری شام از پل ارتباطی ما با شما. شما هم میتونین که همین لحظه شما رو واتساپ که روی اسکرین های تلویزیون شما نمایش داده میشه یادداشت بکنین. اگر شما دوست دارین که مهمان برنامه شوین، اگر دوست دارین که کودکان نازنینتان مهمان برنامه ما شود، و یا هم در کنار این همه موارد اگر شما دوست دارین نظریاتتان با ما شریک بسازین، پس میتونین که تماس بگیرید با همکارانمان و یا هم پیام بفرستین. ما حتما نظرات شما رو در برنامه هایمان به خانش میگیریم، مثل از اینکه ما در شب های گذشته پیام های شما را به خانش گرفتیم. اما بعض از دوستایمان شکایت کرده بودن، گفتن که شما چرا پیام های ما را نمیخوانین و پیام های ما را شما جدی نمیگیرین. حتما که ما پیام های شما را عزیزان را به خانش میگیریم، اصلا از ما آزارده نباشین، چون حجم پیام ها بسیار زیاد هست. ما ناگزیر میشیم که چند پیام را انتخاب بکنیم، ولی حتما که پیام های شما را در برنامه ها به خانش میگیریم و نظراتتون را شریک میسازیم با هموطنان عزیزمون. و در حال حاضر ما هم یکی دو پیام در نظر گرفتیم که با شما حتما شریک بسازیم. نظرات هموطنان عزیزمون با ما شریک ساختن و همچنان باید یادآور شوم که بعض از دوستایمان نظراتی را که گفتن میگن که چرا عملی نمیشه. ما حتما با همکاران عزیز ما شریک میسازیم، انشالله که عملی میشه دوستان عزیز. و همچنان خواهرک دوست داشتنی ما مینا جان از کابل پیام فرستادن و گفتن که بیننده برنامه شام یک میباشن هر شب از ساعت 7 با خانواده یک جا میبینن برنامه رو و تشکر کردن، گفتن محتویتان خیلی خانوادگی و موضوعات مفید را شما انتخاب میکنین. تشکر بسیار زیاد مینا جان عزیز. ما هم خوشحال هستیم که شما کنار اعضای خانواده تان بیننده برنامه شام یک هستین. رخسار جان عزیز هم از دالمان پیام فرستادن و گفتن که در بخش کودک ما دوست داریم که اشتراک بکنیم و خودشان پیام فرستادن، گفتن که من 12 ساله هستم و دوست دارم در بخش کودک مهمان خودت باشم. حتما چرانی عزیز دل خودت هم میتونی که تماس بگیری با همکاران نازنینمان، حتما خودت دعوت میکنن. و همچنان رحمان از هرات بر ما پیام فرستادن، برادر عزیزمان، گفتن که من بیننده برنامه هستم، چرا آقایان در برنامه شام یک حضور ندارن؟ برادر عزیز شما میتونید بیننده برنامه شام یک باشین، اما شام یک من مخصوص به خانم ها هست. و همچنان یک خواهر دوزاشری دیگه ما هم برام مینا جان پیام فرستادن و گفتن که بیننده برنامه شام یک می باشن و گفتن که خب شما نقاش ها را دعوت بکنین در برنامه تان، چون من خیلی دوست دارم در بخش هنر شما نقاش داشته باشین کنارتان. بسیار تشکر مینا جان عزیز، حتما که ما دعوت میکنیم شما هم بیننده برنامه باشین. خب دوستان، این هم چند پیامی که بر شما به خانش گرفتم. امید دارم شما هم کنار ما باشین تا آخرین لحظات برنامه. در حال حاضر همکاران نازنین ما یک بسته تصویری را آماده ساختن، نمیگم که در رابطه با چی هست، با هم یک جا میبینیم و در ادامه دوباره برمیگردیم. فراموش نکنید که زود زود برگشت داریم و شام یک تازه آغاز شده. راهکارهای مؤثر برای رفع گرفتگی عضلات در خواب. تجربه بیدار شدن ناگهانی در نیمه های شب به دلیل گرفتگی دردناک عضلات اتفاق آزاردهنده است و نه تنها خواب را مختل می کند، بلکه می تواند روز بعد شما را نیز تحت تاثیر قرار دهد. دلایل گرفتگی عضلات در خواب متنوع هستند، از کمبود مواد معدنی گرفته تا فعالیت بدنی بیش از حد. اما خبر خوب این است که راهکارهای ساده و مؤثر برای مقابله با این مشکل وجود دارد. انجام حرکات کششی یا یوگا قبل از خواب می تواند به شما کمک کند تا دفعات و شدت گرفتگی عضلات را کاهش دهید. تحقیقات نشان می دهد که انجام حرکات کششی قبل از خواب به مدت 6 هفته به کاهش گرفتگی عضلات و درد پا کمک می کند. گرفتگی های شبانه معمولا بیش از 10 دقیقه طول نمی کشد، اما کشش ساق پا یا کل پا در طول گرفتگی ممکن است به تسکین سریعتر درد کمک کند. برخی تحقیقات نشان می دهد ویتامین ها و مواد معدنی می توانند به بهبود گرفتگی عضلات کمک کنند. ویتامین بی کمپلکس حاوی 8 ویتامین بی مختلف از جمله B1 تیومین، B2 ریبوفلاوین، B3 نیوسین، B5 اسید پانتونیک، B7 بیوتین، B9
فولاد و B12 است، حمام آب گرم قبل از خواب می تواند به نرم شدن عضلات و کاهش گرفتگی کمک کند. ماساژ ملایم عضلات گرفته می تواند به تسکین درد و کاهش اسپاسم عضلات کمک کند. ماساژ دادن ساق پا قبل از خواب ممکن است. با شل کردن ماهیچه های پاها به کاهش گرفتگی عضلات در طول شب کمک کند. موقع خواب، پاهای خود را صاف نگه دارید. باید از خوابیدن در موقع‌هایی که پاهای شما به سمت پایین است خودداری شود و همیشه به پشت بخوابید و یک بالشت پشت زانوهای خود قرار دهید. راه رفتن روی انگشت می تواند در برخی افراد به کاهش گرفتگی شبانه پاها کمک کند. اگر نیمه شب با گرفتگی در ناحیه ساق پا از خواب بیدار می شوید، سعی کنید بر روی انگشت پا راه بروید. اگرچه این نوع پیاده روی بر رها شدن ماهیچه سفت ساق پا کمک می کند، اما تحقیقات نشان داده است که به اندازه کشش در هنگام گرفتگی پا موثر نیست. اگر تا به حال گرفتگی عضلات در شب را تجربه کردید، می دانید که چقدر دردناک هستند. خوشبختانه این گرفتگی ها معمولا نشانه از یک مشکل جدی نیستند. گرفتگی عضلات در خواب می تواند بسیار آزاردهنده باشد، اما با رعایت برخی نکات ساده و تغییر سبک زندگی می توانید این مشکل را به حداقل برسانید. بله دوستان خوبم، برگشتیم. بسی تصویر هم مشاهده کردیم. امیدوارم مورد پسندتان قرار گرفته باشه. میان برنامه خیلی کوتاه در ادامه با شما هستیم. هموطنان خوبم، دوباره برگشتیم. بعد این برنامه شامی خیلی خوش آمدین. مهماندار هستم در بخش سخن زن. دختر خانم فعال کنار خود دارم، بانو راحله سرولی که فعال اجتماعی هستن و در رابطه با فعالیت هایشون امشب قرار است که صحبت داشته باشن. سلام شما، شما بخیر، خیلی خوش آمدین. سلام علیکم خدمت شما و خدمت بیننده های عزیز. امید که خوب صحت مند سر حال باشین. تشکر بسیار زیاد. شما سلامت باشید، ممنونتان. خیلی خوشحال هستیم که امشب شما را کنار خود داریم در بخش سخن زن، چون شما فعالیت های خیلی خوبی هم دارین. من دوست دارم که در رابطه با فعالیت هایتان صحبت داشته باشید، اما قبل از او در رابطه با خودتان که بر ما معلومات بدین. من راحله سروری هستم، مجلس ساله هستم. مکتب متاسفانه تمام نکردیم و فعلا در بخش های نقاشی و کار آنلاین فعالیت دارم. بسیار خوب، صنف چند هستین بانو راحله؟ صنف 9 بودم که متاسفانه مکاتب بسته شد. 3 سال آخرم باقی مانده بود. 3 سالتان باقی مانده بود. انشالله که در مکاتب باز شوه و شما هم بتونین که تحصیلاتتان دوباره پیش ببرین. چی دوست دارین در آینده شوین بانو راحله؟ در آینده دوست داشتم دکتر شوم. دکتر شوین کدام بخش؟ بخش جراحی. آها، انشالله که بخیر شما بتونین به آرزویتان برسین. ولی در حال حاضر هم شما فعالیت های خیلی خوب هم دارین، ماشاءالله نسبت به هر کس دیگر فعالیت هایتان خیلی زیاد هست. امید دارم که تمام دختر خانمایی که امشب بیننده برنامه شما یک هستن از شما الگو بگیرن. خب در رابطه با کورسی که شما البته تأسیس کردین کم صحبت داشته باشین که این کورس با همکاری کی تأسیس شده و در رابطه با چی شما فعالیت دارین؟ خب این کورس با همکاری فامیل محترم هم تأسیس شده بود و همچنان فعلا خودم فقط در بخش نقاشی و رسامی تدریس فعالیت دارم در این کورس، ولی در اصل یک مکتب خصوصی است که دیگه اعضای فامیلم در فعالیت دارن. بسیار خوب، یعنی این کورس فامیلی هست؟ شما را با فامیل یک جا پیش میبرین؟ با فامیلم هست، یعنی همگی اشتراک دارن. دیگه اساتیدم داریم از بخش های مختلف، بخش مکتب، بخش مدرسه. بسیار خوب، یعنی همه فرا گرفته، درست؟ بله. در رابطه با شاگردا ببینید که صحبت داشته باشین، در این کورس شما گفتین که نقاشی و رسامی و سایر از بخش دیگر شما پیش میبرین، حجم شاگردا چقدر هست؟ آیا پر رنگ هست؟ اشتراک میکنه در این صنوف های خیلی؟ بله، حجم شاگردا پر رنگ است، زیادتر از طبقه آناست، کسایی که بازمانده از درس هستن در صنف ها اشتراک میکنن و مصروف فراگیری علم هستن. بسیار خوب، آیا شما هم تدریس میکنین بانو سروری و خیر؟ بله، خودم از طرف صبح دو تایم دارم تدریس میکنم. دیگه بغیر از او چون مصروفیت هایم زیاد است، فقط 2 ساعت در اینجا میباشم و تدریس میکنم بخش های نقاشی و رسامی را. بسیار خوب، و این کورس چند ماه هست؟ خب در اصل که تقریبا 12 ماه هست، ولی بنابرای که بعض شاگرده واقعا استعدادشان عالی است، بیشتر زودتر از 12 ماه تمام میکنن.
بسیار خوب. در اخیر باز شما به عنوان تشویق یک سرتیفیکیت یا اسنادی هم دارین که برشان؟ بله 100% در آخر درسشان یک سرتیفیکیت هم داریم که برشان اعطا میشه. بسیار خوب. شما گفتین شاگردا زودتر میتونن یاد بگیرن، حداقل و حد اکثر یادگیری تا چند ماه هست؟ حداقلش که تقریبا تا 9 ماه و 8 ماه است و حد اکثرشان بعض شاگردا تا 6 ماه میآموزن هنر. بسیار خوب. آیا رشته رسامی و یا هم نقاشی مشکل هست، دشوار هست یاد گرفتنش و یا هم آسان؟ خب بستگی به خود شخص داره. اگر واقعا تلاش کنه هیچ چیز ناممکن و یا دشوار نیست. بله. و اگر کم بازیگوشی کنه 100% همه کار مشکل می باشه. بله دقیقا. خب عمو هست میگن که وقت فکر آدم نباشه به مسئله و هم یک کاری که آدم انجام میده مجبور میشه که 10 بار و کار را تکرار بکنه تا اینکه برسه به نتیجه اصلی خودش. کم در رابطه به علاقه های خودتان بگوین، به نقاشی و رسامی از کجا آغاز کردین؟ علاقه تان از کجا شما بالاخره به این طرف تشویق شدین و هم الگو گرفتین که بریم به طرف از اینکه نقاش شوین و هم رسام؟ خب علاقه که از طفولیت داشتم، ولی به خاطر درسای مکتب اینا سراغ نقاشی نمیرفتم، یعنی میخواستم بیشتر در عرصه علم پیشرفت داشته باشم و فعالیت داشته باشم. از زمانی که مکاتب بسته شد ما نخواستم بیکار باشم، اومدم طرف نقاشی اینا، گفتم پس بیا یک فعالیت حداقل داشته باشیم. آغاز کردم که فعلا هم سبکای مختلف آموختیم. رسامی سبکای مختلف داره که رنگ روغن، آب رنگ، رنگی پنسیلی، پنسیلی. خب کلا بخش هنر یک بخش گسترده است. بله. کدام یکی از این بخشایی را که نام گرفتین خودتان شخصا برش علاقه دارین؟ من خودم شخصا در بخش سیاه قلم خیلی علاقه دارم، هم سبک هایپریاد. بسیار خوب. با زغال هم کار میکنین؟ بله با زغال کار میکنیم. ولی شما فکر نکنید کدام زغال سوختنده نیسته، چون خیلی هم قسم یک چیز در ذهنشان خطور میکنه. بله امون رقم یک زغال دیگه که ما همیشه میشناسیم تا ما هموطنان میشناسن در ذهن ما میاد شما با زغال دیگه کار میکنید، اما زغالی است که بر سوخت است. نه خیلی قسم یک چیز نیست. ما در بخش هنر کلا یک مواد مخصوص داریم به نام زغال که پودر زغال داریم. خب انواع چی هست؟ حتی ما در بخش بله نقاشی بله. در بخش نقاشی ما حتی فکر کنید تنها 7 نوع پنسل پاک داریم که ما ازش استفاده میکنیم. بسیار خوب. کار که با زغال میشه و یا هم با پنسل میشه آسان تر هست و یا هم با رنگ؟ خب هر کس بستگی به علاقهش داره، بستگی به استعدادش داره. با رنگ خیلی واقعا دلچسب است کار کردن، ولی با زغال آسان تر است. با رنگ یکم مشکل می باشد، ترکیب رنگ ها را اگر درست بلد نباشی و یا اگر حوصله کم تر داشته باشی. اگر با زغال باشه فقط تاریکی ها و روشنی ها را مد نظر بگیری رسم تکمیل می شه. ولی در رنگ باید دقت کنی تا همون توناژ رنگی که هست باید به خود بگیره. دقیقا. من دوست دارم زیادتر در بخش چهره و رسامی و نقاشی چهره فعالیت داشته باشم، اما خب دسترسی ندارم، یاد ندارم. اگر من قرار باشه که بیایم و شاگرد شما شم، چند مدت باید صبر بکنم تا اینکه بالاخره یاد بگیرم رسامی کردن چهره و نقاشی کردن را، و چقدر باید تلاش بکنم؟ خب اول بستگی به تلاش خودتان داره. اگر روز 2 ساعت یا 1 ساعت وقت بگذارین به زودترین فرصت یاد میگیرین. حتی ما شاگرد داشتیم که در ظرف 2 ماه چهره را درست بلد شدن و 2 سبکه. بله. اگر تلاش کنین، دقت کنین، علاقه داشته باشین که 100% در ظرف 3 ماه 4 ماه چهره کشیدن یاد میگیرین. بسیار عالی، شما موفق باشین. کم در رابطه با فعالیت های آنلاین تانم شما صحبت داشته باشین که از کجا آغاز کردین؟ آیا پروژه ها و هم کار کرد به شیوه آنلاین بر دختر خانم ها میتونه سهولت آسا باشه؟ بله 100% میتونه، ولی زیادتر دختر هستن که شرایط برشان مساعد نیست بیرون از خانه برن. به این دلیل فعالیت آنلاین خیلی برشان موثر است. حتی خودم یک بخش از نقاشی را که بخش سیاه قلم است را آنلاین فرا گرفتم. صنفای آنلاین خودم تدریس میکنم. دیگه یک تجارت آنلاین است به نام ترید که او رو من انجام میتم و ساخت طراحی وزیت کارت و وبسایت را هم آنلاین پیش میبرم. بسیار عالی. از کجا آغاز کردین؟ آیا به طور مسلکی شما به پیش میبرین این بخشایی را که نام گرفتین و یا هم خودآموز هستین؟ من خودم به بخش طراحی وبسایت به کمک استادم پیش رفتم و اونا برام آموزش دادن که فعلا فعالیت دارم به طور مسلکی آموختیم و حتی خودم تدریس میکنم، یک دسته شاگرد دارم بخش طراحی وبسایت و بخش ترید تازه آغاز کردیم که فعلا فعالیتم تازه است و تا هنوز پیش نرفتیم.
بسیار خوب. آیا فکر میکنین آسان هست روی آنلاین و درآمد همیتون رو داشته باشه برای دختر خانمای که می لحظه خود بیننده هستن ولی در خانه هستن، فعالیت ندارن، درآمدی ندارن؟ خب آسان که هست، البته اگه دقت داشته باشیم، یک کمک با فضای مجازی آشنا باشیم و درآمد 100% داره. اما شرط و شرایطش اگر شما واضحاً بگوین بونوس سروری در بخش ترید یا طرح وبسایت؟ در بخش ترید. در بخش ترید اولین شرایطش این است که باید او صنف را بیاموزی. اول باید بیاموزی، بعد بری سراغ تجارتش، که وقتی هیچ چیز را بلد نباشی خودت شکست میخوری، تاوان میکنی. اول باید بیاموزی، با بازارش آشنا باشی، بعد تجارت آغاز کنی. دقیقاً باید چقدر سرمایه داشته باشیم؟ سرمایه ترید، خاطرت بخشای مختلف داره، بازار فارکس، بازار آمازون، بازار کریپتو. اینا در بخش کریپتو اگه بخواین فعالیت کنن سرمایه زیاد نیاز نداره، با $10 و $20 هم میشه آغاز کنن. شما تا حال توانستیم که پولی به دست بیارین از این طریق به خیر؟ بله، در بازار کریپتو اول ما سرمایه گذاری که شروع کردم تقریبا $10 بود که فعلا پولمون نکشیدیم، تازه آغاز کردیم. یعنی فعلا یک ماه هم نمیگذره تقریبا تونستیم $50 درآمد کسب درآمد کنم. خب بانو سروری عزیز، بعضی ها به این نظر هستن که چند مرحله آسانه که در البته قدم های اول هست میتونه پول رو پس انداز بکنیم، ولی چند مرحله بعد چون مراحل امون رقم سختتر میشه پول رو از دست میتن و نمیتونن سرمایه بگیرن. آیا درست هستی مثلا؟ خب بله درست است. در هر کار هم نفع می داشته باشن هم ضرر. اگه دقت کنن هیچ پول را از دست نمیدن. باید دقت داشته باشی، تحلیل بازار بلد باشی و بفهمی چون که همه چیز به نرخ بازار دیگه بستگی داره. بله، و در ترید یک چیز دیگه که ضرور است، باید ترس نداشته باشی. ترس یکانا دلیل شکست است. ترس از دست دادن پول. بله، باید بزرگترین ریسک ها را باید بپذیریم. بسیار تشکر، سلامت باشین. از پشتیبانی خانواده پینکم صحبت داشته باشین، چقدر از شما حمایت میکنن، پشتیبانی میکنن در هر عرصه هایی که شما فعالیت دارین؟ خب یک موضوع است که آدم بدون پشتیبانی فامیل هیچ جایی نمیرسه. از من پشتیبانی فامیل ماشاءالله، مادرم، پدرم، کاکاهایم همگی در پشتم بودن و همیشه حمایتم کردن. بسیار خوب. و تلاش فردی چقدر میتونه ما را کمک کننده باشه؟ حالا خب تمام دختر خانمایی که خب در خانه هستن طبیعتاً که از لحاظ روانی تحت تاثیر قرار گرفتن، چی کار باید انجام بدن؟ مثلا خب حالا که ما در خانه هستیم وقت کافی داریم بخاطر هر کار دیگره. شما از کجا آغاز کردیم؟ برای اونا چی پیامی دارین؟ خب در اولین پیام ای است که باید هیچ وقت ناامید نشن، همیشه امیدوار باشن. و موضوع دومی که باید بزرگترین ریسک ها را بپذیرن و از هیچ چیز ترس نداشته باشن. حتی اگر در او کار شکست بخوری ناامید نباش، در عوض تو تجربه ای را دریافت کردی، کسب کردی که قبلا نداشتی. به این دلیل از شکست ها ترس نداشته باشین. و همچنان باید بزرگترین ریسک ها را بپذیرین، حتی اگر 100% خطر بود باید او راه را برین تا تجربه کسب کنین. شما سلامت باشین. ممنون از حضور شما. تشکر. شما سلامت باشین. ما هم تشکر میکنم از شما وطنان عزیزم. رفت و برگشت خیلی کوتاه می داشته باشیم، در ادامه دوباره برمیگردیم در بخش با شما همراه هستیم. متیقن هستیم که بدون امید و انگیزه هیچ انسان روی زمین نمیتونه که زندگی بکنه و عموماً ما به خاطر به دست آوردن و پیشرفت زندگیمان و رسیدن به آرزوهای زندگیمان به انگیزه و امید نیاز ضروری و مهم داریم و ارشد ضرورت هست که این دو چیز برای موفقیتمان کنار ما باشه. روی همین موارد استاد عزیزی که کنار ما هستن، بانو افضل میرزاده، مدرس مزامین اسلامی کنار ما هستن. سلام شما، شما بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام شما، شما همچنان بخیر. در نخست سلام خدمت شما تمام بینندگان تلویزیون جهانی یک. امید جور سلامت, سلامت باشن. بسیار تشکر، شما سلامت باشین. ممنون از اینکه آمدین و امشب کنار ما هستین. انشالله که بخیر اومدید. خواهش میکنم. روزگار بخیر میگذره. سلامت زنده باشین. شما سلامت باشین. موضوع خیلی عالی را انتخاب کردیم استاد عزیز در رابطه با اینکه داشتن انگیزه و امید در زندگیمان البته از منظر اسلام چقدر میتونه مفیدیت خوبی داشته باشه و مهم هست. شما در رابطه با موضوع امشب من یک مقدمه برام بگویید. خب در نخست ما باید بفهمیم امید یعنی چی. آیا تعریف از امید داشته باشیم و اینکه آیا امید ذاتاً هر کسی در درون خود داره یا باید ایجاد یا خلق شود؟
امید در کل اگر ما جمع بندی کنیم، یعنی باور داشتن به الله متعال، باور داشتن به این که بله. هیچ اتفاق قرار نیست در زندگی ما بدون خواست و اذن الله متعال رخ بده، حتی اگر قرار باشه که اتفاقات ناگوار یا اتفاقات ناراحت کننده در زندگی ما رخ بده، ما باید ایمان به این داشته باشیم، باور به این داشته باشیم که حتما در او حکمت است. چون از هیچ کار زندگی ما نیست که الله متعال بی خبر و آگاه نباشه. شخصی که میتونه از شاهرگ گردن به ما نزدیکتر باشه، پس چطور ممکن است از اتفاقاتی که در زندگی ما رخ میده با خبر نباشه؟ و وقتی که باور به الله متعال داشته باشیم، این یک چیز طبیعی است که پس ما امیدوار به زندگی میشیم و انگیزه قلبی در درون ما ایجاد میشه. دقیقاً. در رابطه با آموزه های اسلامی بیاین صحبت داشته باشین که چگونه آموزه های اسلامی میتونه که به انگیزه و هم تقویت انگیزه و امید برای افراد در زندگیشان کمک کننده باشه. خب آموزه های اسلامی چنانچه مثلا چی در بخش سیرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم باشه یا هر اون چیزی که در مورد اسلام هست، اینا دقیقاً مثل یک الگو پردازی میتونه به خود داشته باشیم از رویه، کردار و رفتار حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و یا هم خلیفه ها، صحابه ها. اینا میتونیم یک الگو برداری کنیم به خاطر طرز زندگی خود و یا هم رفتارهایی که ما در اجتماع داریم، در فامیل داریم و یا حتی قسمی که ما میخوایم سخن بگوییم، حرف بزنیم. اینا تمامش که در آیات قرآن، احادیث نبوی که هسته، تمامش بیان شده و طرز زندگی و شیوه را به ما یاد داده. چنانچه یک آیت هست که بسم الله الرحمن الرحیم میگه الله به ذکر الله تطمئن القلوب، میگه با خبر باشین، آگاه باشین که قلب های ما با یاد الله متعال، با ذکر الله متعال آرام میگیره و آرامش میبرش رخ میده. پس ما نظر به این آیت، ما باید همیشه ذکر الله متعال کنیم، همیشه در مورد آنچه که پیغمبران ما انجام دادن، صحابه ها انجام دادن، بیاموزیم، بخونیم، مطالعه داشته باشیم تا با ذکر الله متعال و آموخته هایی که از زندگی و طرز شیوه زندگی پیغمبران بزرگوار ما میفهمیم و یاد میگیریم، زندگی خود را به پیش ببریم. دقیقاً. ایمان داشتن به خدا و ایمان داشتن به روز آخرت چقدر ما را کمک کننده هست به اینکه خب انگیزه و امید در ذهن ما ایجاد شه و تقویت ببخشیم. خب اولی که یک مسلمان واقعی همیشه ایمان به این می داشته باشه که الله مثلا همه جا کنار است. این نامه ای میبخشید. همیشه که الله متعال که در کنار ماست و هیچ جایی نیست که الله متعال از ما بی خبر باشه. آیتی هست میگه انا لله و انا الیه راجعون، میگه همه ما از طرف الله متعال آمدیم و دوباره با آغوش الله متعال برمیگردیم. پس چرا ما امید به زندگی مثلا دل ببندیم به زندگی که دو روز است و فانی است؟ ما اگر امید به این داشته باشیم که واقعا دوباره روز آخرت به طرف الله متعال برمیگردیم و با آغوش باز به پذیرایی ما منتظر ماست، پس ما دیگه هیچ وقت به این زندگی که مثلا دو روز است و یا هم فانی است هیچ وقت دل نمیبندیم، بلکه تمام کارهایی رو کوشش میکنیم انجام بدیم که بر روز آخرت ما یک سرمایه باشه، بر روز آخرت ما یک دستاورد باشه که بتونیم نزد الله متعال با سر بلند و سر افراز ظاهر شویم. بله. در رابطه با نقش عبادت و نماز خواندن شما بیاین کم صحبت داشته باشین که چقدر ما را میتونه کمک کننده باشه. خب همین قسمی که قبلا گفتیم، ای که ما الله متعال ذکر میکنیم، عبادت میکنیم، قلب های ما آرام میشه. نماز خواندن خودش نه تنها فواید داره که مثلا ثواب داره، بلکه فواید طبی هم داره که دکتران متعدد در این مورد بیان کردن. حالا ما در بخش عبادت، نماز خواندن، روزه گرفتن یا هر آن چیز دیگه ای که باشه، ما وقتی که اینا را انجام میدیم، پس ما همیشه به یاد الله متعال میباشیم، به یاد عظیم میباشیم. اگر ما مثلا روزه میگیریم، پس ما باید یک بیانیه ای داشته باشیم که چرا روزه میگیریم، یا اگر ما نماز میخوانیم، پس همیشه به فکر ما هست که ما پنج وقت نماز ما ترک نشه. پس زمانی که ما کارهای اسلامی یا مثلا عبادت خود به صورت درست انجام میدیم، پس این دلیل به این میشه که ما همیشه به یاد الله متعال باشیم و این امید و ایجاد انگیزه در قلب های خود بیدار نگاه کنیم و هیچگاهی نمانیم که از این دنیایی که الله متعال ما را مهمان کرده ناامید بگذاریم. بله. بیاین در رابطه با این صحبت داشته باشیم که چگونه از داستان‌های پیامبران استفاده بکنیم، چگونه از گذشته ها که خب فکر میکنم تجربه خیلی خوب همیشه برای همه که ما مثلا از داستان پیامبران، از کتاب هایی که فعلا هستن در رابطه با پیامبران اسلام، در رابطه با گذشته ها استفاده بتونیم بکنیم و در زندگی روزمره چگونه باید اونا رو پیاده بسازیم. خب
از داستان‌های پیغمبران که هست ما باید همیشه مطالعه داشته باشیم، چی داستان‌های پیغمبران از صحابه است و یا علمای دین. این باعث میشه که ما یاد بگیریم که در زندگی خود چگونه زندگی کنیم، چگونه طرز رفتار داشته باشیم، چون ما میگیم با گفتار، کردار و تقریر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث میگن. پس ما باید بریم حدیث بخونیم تا بفهمیم که آیا زندگی، طرز سخن گفتن و طرز برخوردش با دیگران چگونه بوده، و اینا باعث میشه که مثلا الگو برداری کنیم طرز زندگی خود، شیوه حتی لباس پوشیدن خود. ما باید الگو برداری کنیم از خانمای پیغمبران. وقتی که ما در مورد پیغمبران و خانمای پیغمبران ندانیم، پس چی بفهمیم که آیا لباس پوشیدن ما مناسب است، آیا سخن گفتن ما مناسب است، آیا برخورد ما با یک بزرگتر، برخورد ما با یک کوچکتر درست بوده میتونه؟ یعنی وقتی اونا رو میخونیم، پس بر ما یاد میده که زندگی خود به این طریقه پیش ببر تا بتانیم چه در دنیا و چه در آخرت سرفراز باشیم. بله، تکیه بر آموزه های قرآن و سنت و هدف گذاری معنوی و دنیوی ما را چقدر میتونه تقویت کننده باشه؟ خب زمانی که ما به روز آخرت تکیه میکنیم، زمانی که ما باور داریم به روز آخرت، ایمان داریم که روز برمیگردیم به نزد الله متعال، پس این باعث میشه ما کار اشتباهی انجام ندیم. اگر به روز آخرت ما باور نداشته باشیم، هر آن چیزی که دل ما شد، هر آن چیزی که به میل دل ما بود، بدون از اینکه فکر کنیم آیا ثواب در پی داره یا گناه در پی داره، ما او را انجام میدیم. ولی زمانی که ما به روز آخرت باور داریم و برگشت ما دوباره به روز آخرت باور داریم، پس کارهای اشتباهی انجام نمیدیم. کارهایی هم که در روز ما را انجام میدیم، حتی اگر درس خواندن است، حتی اگر تدریس کردن است، یا مثلا حتی اگر برنامه شما آماده میکنین، اینا تمامش که در کل در پی ازید به این فکر میکنین که آیا واقعا ثواب در پی داره، آیا مثلا ما و شما میتونیم اعمال یا همه کارهای خود را در روز آخرت نزد الله متعال با سرافرازی ببریم یا نه. و معنویت ما کسی ای است که ما مثلا قرآن کریم میآموزیم و دوباره به دیگران میآموزانیم. این سبب شد که همس بر خود ما فایده شد، ما یاد گرفتیم، ثواب در پی داشت، و وقتی که به دیگران میآموزانیم هم یک ثواب در پی داره، چون که ما آن چیزی که میآموزیم به دیگران میآموزانیم و آنها میتونن از بهره علم ما استفاده کنن. بله دقیقاً. انگیزه و امید را چگونه در درون ذهن ما تقویت بکنیم؟ و گاهن ما با افراد روبرو میشیم که اونا انگیزه و امید به زندگی ندارن. ما به عنوان یک نفری که از امید و انگیزه توانستیم استفاده بکنیم در زندگی خود و تجربه خوبی هم کسب کردیم، چگونه بر اونا انتقال بدیم و با کدام راه ها برشون مشورت بدیم؟ خب در کل امید داشتن و انگیزه داشتن کسی که خب اگر ایمان قوی داشته باشه، اگر حتی یک آیت از قرآن کریم را با ترجمه یا تفسیر یا یکی از احادیث پیغمبر ما را خوانده باشه، پس او دیگه نمیتونه بگه من ناامید هستم. چون تو اگر در این دنیا هیچ چی فکر کو، در کل ما هر کاری میخوایم انجام میدیم، ولی حتی اگر ما در نظر بگیریم که هیچ کاری در این دنیا انجام نمیدیم، خود قرآن کریم خواندن، خود نماز خواندن، روزه گرفتن، اینا تمامش کارکردهایی هست که باعث خوشنودی ما در آخرت میشه، باعث سرفرازی ما میشه. پس چرا ما امید باشیم؟ آیا در این دنیایی که دو روز است و فانی است، ما چرا قسم دل ببندیم که از خود امید خود از دست بدیم، دیگه انگیزه به زندگی کردن نداشته باشیم؟ خب ما آمدیم به این دنیا به هدف چی آمدیم؟ چرا آمدیم؟ دلیل خلقت ما بالاخره چی از این دنیا؟ پس وقتی که ما بفهمیم الله مثال ما را به این دنیا آورد تا هم عبادت کو، هم یک بنده خوب شو، و هم تبلیغ و رسالت کو، دین مقدس اسلام بر ما. پس اگر هیچ وظیفه و هیچ کار دیگه نداری، حداقل میتونی یک کلمه، یک آیه قرآن، یک تبلیغ رسالت، و یا کسی که مثلا دین اسلام هنوزم به گوشش نرسیده، حداقل میتونیم برسانیم به گوشش. و زمانی که ما میتونیم که برسانیم گپ های دین، سخنان دین، سخنانی که از طرف الله متعال در کلام الله متعال بیان شده و در سخنانی که در احادیث پیغمبر ما گفته شده، ما میتونیم اینا رو یک کلمه به دیگر رو بیاموزیم. پس چطور میتونیم ما بگیم هیچ کاری ما انجام ندادیم؟ وقتی زمانی که من از خانه تا به همین استادیوم شما اومدم، این کس خودش یک کارش شد، خودش مثلا آمدن ما تا به اینجا. اگر میگه از وقتی که از یک مکان میبری یا به طرف یک مکان دیگه میری، اگر هدف تو، نیت تو خوب باشه، هدف و نیت تو نیک باشه، پس یک از کلش در اجر و ثواب حساب میشه. میگه انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال ما به نیت ما بستگی داره. پس زمانی که اعمال ما به نیت ما بستگی داره، ضرور نیست حتما یک کار، یک حرفه باشه. تو بیشین در خانه به خلقت الله متعال فکر کو، الله متعال فکر به تو فکر میکنه. تو بیشی در خانه کسا به این فکر کو که به این امیدوار باش که روز اسلام در سراسر جهان انتشار پیدا کنه، روز تعداد مسلمانان ما زیاد شوه، افزون پیدا کنه. پس این خودش یک امید به ما میده، انگیزه ایجاد، انگیزه میکنه بر ما تا ما در آینده ها کسا کارهای نیک و خوب انجام بدیم.
بله، و آیا در اسلام و یا هم آیا تشویق به عمل خیر از منظر اسلام چقدر مفید هست به خاطر پیش بردن زندگی و یا هم تقویت همان انگیزی از دست رفته و یا هم امید از دست رفته؟ خب ما هر کار نیکی را که انجام میتیم 100% یک ثواب در پی داره، یک خیر و برکت در پی داره. پس ای که یک نفر را که اصلا امید خود از دست داده دیگه امیدوار به زندگی نیست، انگیزه در پی نداره، هیچ کاری را نمیخوای انجام بده و میخوای دیگه کلا تمام روز سکوت کنه و در یک جای منزوی کنه خدا. وقتی که ما او را از اون درون گرایی و از اون منزوی بودن نجات میدیم و بر از او کسته یک حرف میگیم که سبب میشه مثلا او امیدوار شه به زندگی، بله، دوباره بخیزه به پای کار خود، به پای درس خود و یا هم هر آن چیزی که دوست داره بره. دیگه طبعا این کسته وقتی یک نفر را ما خوشحال میکنیم، پس الله متعال از ما خوشنود میشه، بله، چون میگه دین اسلام تا زمان پایدار است که اخوت و برادری باشه، برابری باشه. وقتی ما یک برادر مسلمان خدا، یک خواهر مسلمان من خدا به زندگی امیدوار می سازیم، طبعا که الله متعال از ما خرسند و خوشحال می باشد. انشالله که نصیب ما هم باشه و ما به عنوان یک جوان، به عنوان یک دوست و به عنوان اعضای خانواده کنار عزیزان خود باشیم و اونا را حمایت بکنیم، تشویق بکنیم تا اینکه خب بالاخره بتانن که زندگی خوبتر و زندگی با امید و انگیزه داشته باشن. انشالله. از خانواده یاد کردم، خانواده چقدر میتونه ما را کمک کننده باشه زمانی که ما انگیزه و امید خود در زندگی از دست میدیم و یا هم ضعیف میشم و امید و انگیزه ما؟ فامیل، خانواده و اعضای خانواده چقدر بر ما کمک میتونن بکنن؟ طبعا خانواده کلید اساسی دادن امید و انگیزه است، چون بیشتر اوقات خود ما در فامیل زندگی میکنیم. حرفای اونا نسبت به هر کسی دیگر بالای ما تاثیر داره، چون ما میفهمیم که پدر و مادر، خواهر و برادر، اینا تمامش ما را دوست دارن. حرفای میگن که حتما به نفع ما، به فایده ماست. پس زمانی که اونا حرف میزنن بر ما، مثلا ما را تشویق به یک کاری انجام، به یک کاری میکنن، پس ما امید میگیریم، انگیزه میکنیم. مثلا امروز که به همین استودیوم شما همراه ما پدرجانم تا به اتاق انتظار آمد، این باعث شد من قوت قلب بگیرم که در من در پشت خود تکیگاه بزرگ به نام پدر دارم. دقیقاً، بسیار صحبتاتون واقعا خیلی عالی بود و امید دارم که همتران عزیز ما هم همچنان استفاده کرده باشن. و تشکر از اینکه آمدین به برنامه امشب من و اشتراک کردیم. یک پیام کوتاه شما می داشته باشین؟ خب در آخر میخوایم به تمام جوانان و هم نسلان و هم دوران خود یک پیام کوتاهی داشته باشیم که هیچ وقت امید و انگیزه خود از دست ندید، هیچ وقت کاری نکنید که فرداش پشیمان شوید، چون انسان از انجام کارها و وقتی که اشتباه شود تجربه به دست میاره، ولی هیچ وقتی کار انجام نتی بشینی پس تجربه هیچ وقت به دست آورده نمیتونی. و اگر به خاطر خود تلاش نمیکنید، به خاطر فامیل و کسانی که شما را دوست دارن و امیدوار به موفق شدن شما هستن تلاش کنید تا باشد به جای برسید که باعث افتخار خود و فامیل خود شوید. انشالله شما سلامت باشین. ممنون از حضور شما. تشکر. شما سلامت باشین. ما هم تشکر میکنم از شما وطنان عزیزم. رفت و برگشت خیلی کوتاهی داشته باشین. در ادامه دوباره برمیگردیم در بخش کودک، با شما همراه هستیم. دوستان خوبون، دوباره برگشتیم به ادامه برنامه شامی. خیلی خوش آمدین. در بخش کودک قرار داریم و مهمانک نازنین ما هم کنار ما هست، زکریا جان عزیز. سلام و شامت بخیر زکریا جان. سلام، شام شما بخیر. سلام خدمت بینندگان که از پشت تلویزیون پرده تلویزیون یک ما رو تماشا میکنن. بسیار زیاد تشکر زکریا جان عزیز، خیلی خوش آمدی به برنامه شام یک. خیلی تشکر بار. سلامت باشی. تشکر. زکریای ما چند ساله است؟ صنف چند است؟ من خودم 9 ساله متعلم صنف 4 در مکتب خصوصی باب الهوای نمبر 2. بسیار خوب. صنف چند گفتی؟ صنف 4. یادم رفت. صنف 4 هستی. ماشاءالله بسیار خوب. چند نمره هستی؟ تا فعلا که اول نمره بودیم. بسیار خوب، ماشاءالله. از این بابتش دیگه توکل به خدا نه؟ توکل به خدا، بله. دیگه اینا به خیر آستاسا خود که اول نمره هستی، مطمئن هستی تا از دوازم فارغ شدی اول نمره می باشی. اما تو از ظاهرت معلوم میشه که ذکریای ما خیلی لایق هست. انشاءالله اگه خدا بخواه بخیر. انشاءالله، انشاءالله. بسیار خوب. خب بسیار خوب زکریا جان عزیز، کم بر ما از مضامین مکتب قصه کو زکریا، که چطور از مضامین مکتب خوشت میایی، از کدام مضمون زیاد راضی هستی، از استادش، از خود مضمون؟ از استادش که همه استادا خوب درس میتن و از مضمون قرآن کریم بیشتر از مضمونای دیگه خوشت میایی. بسیار خوب، ماشاءالله، خیلی عالی. دیگه حتما نمراتت مکمل و تکمیل هست. بله. در کدام مضمون کم میگیری گاهی اوقات؟
در مضمون انگلیسی. در مضمون انگلیسی. زیکیا ما همیشه این رقم بودم. میفهمی شاید 20 میگرفتم یا که 21 اینقدر، ولی هیچ وقت پوره نمیشد. چرا؟ دلیلش چیه؟ سخت است؟ یاد گرفتنش یا نه؟ نه خیر، کوشش کنی سخت نمیباشه. خودم دیگه کوشش میکنی؟ بله کوشش میکنم. چند نمره میگیری عموماً؟ عموماً از 30 پایان نمیگیرم. از 30 پایین نمیگیری؟ نه دیگه، ماشاءالله خودت که لایق هستی، آفرین برای خودت. خب اینال در رابطه با استادت کم صحبت داشته باش، از کدام استادت خوشت میاد ذکریا جان؟ از استادای ممهشان، ولی یک استاد به نام استاد نصار نوری. بسیار خوب. کدام مضمون تا درس میده؟ مضمون دری. آها. و رسم خطاطی. بسیار خوب. هم دری درس میده هم خطاطی ره. بله. در خطاطی با سطور هستی لایق هستی؟ خطت خوبش هست؟ بله. بسیار خوب. ماشاءالله. کدام کورس هم خودت گرفتی درس میخوانی یا نه؟ بله کورس انگلیسی گرفتیم. کورس انگلیسی گرفتیم ماشاءالله. حالا خودت معرفی کرده میتونی به انگلیسی ذکریا؟ بله. بسیار خوب، یک معرفی خودکو. My name is Zikria. My father name is Abdullah. My last name is Miskin. I'm 9 years old. تشکر، سلامت باشی زکریا جان عزیز. از دوستکات که همه خواسته که زکریا جان ما ببینیم که روابط اجتماعی چقدر قوی هست. زکریا ما چند دانه دوستک داره؟ یک دوستم در صنف کودکستان کتشم و دوست شده بودم و تا حالا هم که در مکتب ما بود ولی حالا برامده، تا حالا هم که میبینم شه یک سلام علیکی و جور بخیری دوست هستیم. بسیار خوب، بسیار خوب، ماشاءالله. آتیگه اینا که آدم در مکتب باشه یا یکی از مکتب فارغ هم شه و باید امرای دوستکای خودمون رقم رابطهش حفظ شوه و دوست باقی باند، درسته؟ بله، بله. ذکریا چی دوست داری در آینده شوی؟ من اگر خدا بخواید دوست دارم پیلوت شوم. بسیار خوب، ای ماشاءالله. چقدر زبان شیرین از اقا مقبول گپ میزنه. وقت دادم چشمه خود بسته بگیره و زکریا صحبت بکنش فکر نمیکنه که زکریا خور ترک هست. فکر میکنه یک آدم خیلی رسیده و سنش بزرگ هست. امو رقم تشکر. سلامت باشی عزیز دلم. کم از غذاها برم نام بگی، کدام غذا را خوش داری که نوش جان بکنی؟ آیا گاهن آشپزی کردی یا نه؟ ما خود تا حالا آشپزی نکردیم ولی از غذاها زیادتر از لوبیا خوشم میاد. از لوبیا خوشت میاد؟ ما هم زیاد دوست دارم لوبیا را. دیگه چی را خوش داری زکریا جان؟ دیگه خوب قابلی و امی آشک و منتو هر کس خوش میداشته باشه. بله دقیقا. باز کدامشان یاد داری که پخته بکنی؟ اینی دیگه سوال اصلی است نه؟ که کدامش یاد داره؟ آره هر کس خوش داره که یک لیست از غذاها رو نام بگیره بگه من این غذا رو خوش دارم، این غذا رو خوش دارم. اما اینا رو برام بگو کدامش خودت یاد داری که پخته بکنی یا آماده بکنی؟ از امی چیزایی که نام گرفتم چیز شنه مگم تخمه پخته کردن شده. تخمه پخته کردن تخم دیگه که بیخی آسان است ذکریا جان نه؟ بله. آماده کرده میتونی دیگه؟ بله. مگه مهمان چه با جمع از همکارا واسه تخم پخته میکنی دیگه؟ بله. باز اینا دیگه زیاد میشه، کم از کم دیگه باید 30-40 دانه تخم پخته بکنی. صحیح؟ بله فرق چه وقت آمادم؟ چه وقت برای ما پخته میکنی ما بیاییم بخیر مهمان خودت چاییم؟ هر وقت که بخواین خدمت است. تشکر، سلامت باشی. همکارا گفتن یک تلاوت آماده است که خودت بخیر قرائت بکنی برای ما. آماده هستی؟ بله. بفرما زکریا جان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والنهار إذا جلاها والليل إذا
الشوا والسماء وما بنا وال صدق الله العظيم. ای ماشاءالله، واقعا خیلی عالی است، جزاک الله. بسیار زیبا، چی صدای دلنشینی داره زکریای ما، خیلی عالی هست. ای ماشاءالله. زکریا جان، کیها با خودت تمرین داره؟ آیا مدرسه میری؟ تلاوت را از کجا آموختی؟ تلاوت را که تا امی چند ماه پیش یاد گرفته بودم، خوب بود. ولی حالا پیش قاری صاحب میرم، به نام قاری صاحب مشتاق، که واقعا خیلی درسش عالی است. بسیار عالی زکریا جان عزیز، واقعا خیلی صدای دلنشین هست و ماشاءالله که خودت همیشه هم تلاش میکنی تا که تلاوت را یاد بگیری و پشت کار داری. چند سپاره را حفظ هستی زکریا جان؟ تقریبا یکی دو سپاره. تازه آغاز کردی؟ نه خیر، حفظ کرده بودم. آها، دوران داری در جریان روز یا گشت میکنی؟ و یعنی بله، صبح که بعد از نماز مسجد دمجا باز پیش قاری صاحب یک گشت میداشته باشیم، به خاطر که اگه یاد بره گناه داره. بله، دقیقا. ای جانم، خب کمی بر ما صحبت بکن که اوقاتی که خودت بیکار هستی مصروف چی کار می باشی؟ مثلا درسان تمام باشه، کارخانگی ها، همه چیز، چی کار میکنی دیگه؟ وقتی که درسم تمام شوه، یا همی درسای قرآن کریم مرور میکنم، یا اگر امورم از یادم نرفته باشه باز کد بیادرکم ساتری میکنی کد بیادرکت. ای جانم، چی کدام بازی زیاد خوش داری با برادرکت؟ فوتبال میکنین؟ بله. بسیار خوب. کدام بازی کنه دوست داری؟ امباپه. واو، خیلی متفاوت از بچه های دیگه. عموماً آدم دو نام زیادتر میشنونه. باز خودت ماشاءالله چهرهش هم داری، نه؟ اون رقم با چطور است؟ بازیت هم برابر با خودش است؟ بله، امباپه زیاد ددوش خوب است. بسیار خوب. باز در بازی ها چطور است؟ خودت گل میزنی؟ بله، در مکتب بازی داریم. برنده هستی نمیشه یا نمیبازین؟ یا مساوی میکنین کدامش؟ یک دفعه میبریم و مساوی میکنیم. بسیار خوب، فرق نمیکنه. مهم همی است که کنار یک دیگه آدم باشه. بله. بازی بکنه و موسات آدم تیر باشه، چون دنیای کودکانه دیگه دنیای قشنگ است. آدم که بزرگ میشه مشکلات زندگی زیاد. بله. میشه. بله. درست؟ بسیار خوب. برادرک چند ساله هست؟ یک برادرم 7 سال است، یکیشم 1.5، تقریبا 1.5 دو ساله است. 1.5 دو ساله هست. بسیار خوب. باز کدی خور ترک چطور استی؟ خوب است؟ مثلا ساتیری هم رش میکنی؟ یعنی او یک ذره شوخی داره. شوخی داره؟ بله. آزارت میتن کدام تایشان؟ کی زیاد آزارت میتن؟ خورترک زیاد آزارت میتن. بله. چی میکنه مثلا؟ شوک مثلا در خواب میباشم. آها. باز میایه کمپل از سر موسو میکنه که سیلی میزن.
کم بلا سر دوست میکره کسیلی میزنی تا شوخی ها شانم دیگه همه تو مزدار هست نی و دل آدم میشینه خواهر برادر داشتن دیگه خیلی خوب هست بسیار خوب از بین دو برادرت با کی زیادتر راحت هستی کی رزی دوست داری؟ با هر دویشون با هر دویشون خواهرک هم داری؟ بله یک خواهر دارم یک خواهر داری از خود کرد بزرگتر هستی کوچکتر؟ نه کوچکتر او هم کوچکتر هست بله. بسیار خوب چند ساله هست؟ چهار ساله هست. بله. اینال از بین خواهر برادرت کدامش دوست داری؟ کلشون فرق نمیکنه. نه دیگه یکش زیاد دوست داشتنی میباشه نه؟ کلشون دوست داری. بله. خودت دیگه برادر بزرگ هستی یا؟ بله. بسیار خوب مسئولیت خودت هم دیگه بیشتر و زیادتر هست بله. نه؟ آدم ها که دیگه اولاد کلان خانواده میباشه مسئولیت تمام خواهر برادر خودم میداشته باشه. بله. ما هم ذکریا جان فرزند بزرگ خانه هستم مثل خودت. با زمین رقم دیگه مرام زیاد آزار میتن بیادرکا من خواهر ندارم ولی برادرها دیگه زیاد مرام آزار میتن مثل خودت راحت باش دیگه درست؟ می دیگه چی میگه سر عام خواهرها و برادرهای بزرگ سال می رقم میباشن خب ذکریا جان کدام سوری دیگه یا کدام آیت دیگر هست که خودت بخوای بر ما تلاوت بکنی؟ بله بسیار خوب بفرما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا صدق الله العظيم ماشاءالله بسیار تشکر ذکریا جان عزیز تشکر از اینکه آمدی در بخش کودک امشب کنار ما بودی تشکر از شما که مرا تا اینجا دعوت کردین سلامت باشی ذکریا جان عزیز کدام پیامی هم داری بر همسن سالای خودت پیام ما به همسن سالای خودم این است که در هر جایی که هستن علم بیاموزن رای خدا را پیش ببرن چون علم یک روز به دردشان میخوره بله دقیقاً ممنون ما هم تشکر میکنم از شما وطنان عزیز و دوست داشتنی مگر شما هم دوست دارین که اطفال نازنینتون کنار ما باشن یک شب و در بخش کودک ما را همراهی بکنن پس میتونین سر بزنین به شما رو واتساپ کمی لحظه روی اسکرین های تلویزیون شما نمایش داده میشه رسیدیم به آخرین لحظات برنامه امشب تا شب های دیگر خداوند یار و مددگار شما